پیام ایدی رهبر طالبان. یکی از رهبران گروه طالبان گفته است فهرست سیاه سازمان ملل در برابر صلح مشکل ایجاد می کند. توجه کنید به متن کامل این گزارش. هیبت الله آخنزاده رهبر گروه طالبان با انتشار پیام به مناسبت عید سعید فطر گفته که عزف نشدن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، طولانی شدن روند رهایی زندانیان طالبان و حملات نظامی در برابر صلح مشکل ایجاد می کند. رهبر طالبان از دولت آمریکا و جامعه جهانی خواسته تا به این مشکلات نقطه پایان بگذارند. پیش از این نیز سخنگویان طالبان از دولت آمریکا خواهان رهایی زندانیان باقی مانده این گروه از زندانهای دولت افغانستان شده بودند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به این درخواست گفته بود طالبان آدرس را اشتباه گرفتند و فقط دولت افغانستان می تواند درباره رهایی زندانیان طالب تصمیم بگیرد. مقامات افغانستان پیش از این اعلام کردند مقامات دولت افغانستان پیش از این اعلام کردند که طرفدار بیرون شدن نامهای رهبران طالب از فهرست سیاه نیستند. رهبر طالبان گفته هدف از سلاح برداشتن طالبان برپایی نظام خالص اسلامی است و اگر این هدف از راه گفتگو به دست آید طالبان آماده هستند مشکل را از راه تفاهم حل کنند. آقای آخونزاده از آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به عنوان انکشاف یعنی توسعه خوب استقبال کرده است. او همچنین گفته که طالبان به پیمان امضا شده با آمریکا متعهد است و از آمریکا نیز خواسته به این پیمان متعهد باشند و در برابر آن مانع نسازند. رهبر طالبان در پیام ایدیش با لعن تهدید آمیز به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفته از جنگ و مخالفت دست بکشند زیرا نمی خواهد خانواده های آنها بی سرپرست شوند. رهبر طالبان گفته مشکل بزرگ این است که منابع ذخایر و کرسی ها یا پست های اقتصادی افغانستان به دست یک گروه کوچک و بی خبر از درد جامعه است که پروای منافع اولیا و مصالح ملی افغانستان را ندارد. این اظهارات طالبان در حال منتشر شده است که دو روز پیش زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان از رهبران دو طرف درگیر این کشور خواسته بود تا در مورد یک رای حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ 40 ساله صحبت کنند. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با نشر یک رشته از توییتر ها گفته بود که اگر طالبان صلح نکنند ایالات متحده در کنار افغانهای جمهوری خواه خواهد ایستاد. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی.